وسایلی که سفارش دادین کجا میارن؟ آدرس رو پیدا نمیکنم که. یه ساعته دارم دنبال نشونت میگردم. چاو باشه، بعد از یه تماس که تلفن رو میگرفت داره میره به سمت آدرس این آقای فریبرز صادقی. یادداشت کن. بولوار قائم. الو پلیس 110. آقای اطلاعیه داده بودین راجع به جنایتکاری به نام کاظم. جمشید کاظمی هست. آقا این جنایتکار الان تو ساختمون ماست. من فریبرز نیستم، من علیرضام دوست فریبرز. فریبرز رفته سخت نم کارت شناسه فردا نگاه کن. چیکار بکنی؟ روش کن. نه احتمالا تعمیر کننده سلاح برای سازمان تروریستی هم. ما با یه تشکیلات تروریستی و جاسوسی طرفیم، چون دارن از تکنولوژی استفاده میکنن که بیشتر دولت‌ها از اون برای حفاظت از اطلاعاتشون استفاده میکنن. حرمت It's not about my pension. It's my car. You must help me. Yeah. Salam. Salam. You, to khodet komek mishi man. What? Nineng reken bayo. What? Can you help me? What is your problem? My car is broken down. Where is your car? Inja. Ama man nemitunam. I can't live here. My job. Please, please help me. You can. What's your car? An antique Aston Martin. Aston Martin? Yeah. Emisha has the Aston Martin. Please, please, you can. I must see the car. My car is there. Okay. Thank you. You're kind, Mike. You're welcome. Thank you. Come on. Okay. You're kind, Mike. Thank you. Here. Come on. کجا داره میره؟
حواسش نیست ها، باید از این مسیر میرم. میخوای یه زنگ بزنم این از کدوم مسیر میره؟ سرعتش هم داره بیشتر میشه. تلفنش هم جواب نمیده. یکم تونتر برو. دشیدیان دوا یعنی وقت تمومه. خودت خوب میدونی من تصمیم گیرنده اصلی نیستم. جدن؟ پس این که میگن دانش تو ایران همه کار است چرنده نه؟ سرشاخه خاورمیانه و ایران که عموی خودت بود. آره ولی تو چارت قدرت بعد از اون اسم تو اومده. تو از چارت قدرت چیزی نمیدونی. میخوای جزئیات لیست خاموشو برات بشمارم؟ یا برنامه سازمان در مورد انتخابات آینده ایران؟ چی میخوای؟ دستور قتل منو کی صادر کرده؟ اگه با خودم کار کنی خطری تهدیدت نمی کنه. راجب پیشنهادت بعدن صحبت میکنم. فعلا جواب منو بده. من با آدم باهوشی مثل تو احتیاج دارم. بیا با خودم کار کن. کی دستور قتل منو داده؟ با کشتن من چیزی گیرت نمیاد پسر. اونو بذار به عهده خودم مهندس. کنم شب سختی در پیش داشته باشه. نپرسیدی چطوری از زندان فرار کردم؟ همه چیز از یه سوهان شروع شد. یه سوهان کوچولو و یه میله که باید بریده میشد. دو سال طول کشید ولی بالاخره بریده شد. میبینی مهندس من وقت و حوصله‌ام خیلی زیاد. به خاطر فرار را از ما خودت رو انداخته زندگی به نابغه کام بکن. اما معلوم بود اونجا بیکار نمیمونی و هر طوری شده میای بیرون. شما هم همه تلاشتون رو کردین که همونجا کار منو تموم کنین تا نتونم بیام. من آمادم. امیدوارم شما هم آماده باشید. مسخره بازیه چیه؟ خیلی خوب
تو یه اسم میخوای برات میگم آذر. آذر مرادی؟ بله، اون پیشنهاد حذف تو از ساختار گفت از ساختار زدی بیرون، میگفت تو مثل یه ویروس میمونی که اگر نابودت نکنن تمام سیستم رو آلوده میکنی. من اسم پیشنهاد دهنده رو نمیخواستم. کسی؟ من اسم کسی رو میخوام که فرمان قتلم رو صادر کرده. چه فرقی میکنی؟ فرقش اینه که اگه نگی یعنی خود تو فرمان قتلم رو صادر کردی به عنوان بالاترین مقام مسئول شاخه داخلی. خواهش میکنم کامروز، خودت میخوای اینطوری باید رفتار کن. تو دستت هم بهش نمیرسه، فکرش هم نکنه حتی بتونی بهش نزدیک بشی. خیلی خوب حبیب، حبیب به من دستور مستقیم داد. حبیب؟ بوی پیر نمود برگردیم سر کارمون. دیگه برای چی؟ این دفعه سوال اینه، حبیب کجاست؟ حبیب؟ نکنه تو هم میخوای باور کنم که حبیب مرده؟ اما یاد دادن سازمان تو شرایط خاص در عملیات‌های ویژه یک یا چند نفر از افراد خودش رو به طور خودخواسته ممکنه حذف کنه یا ممکنه بعضی رو بفرسته تو سایه تا زمانی که اهدافش تامین بشه. از نظر من حبیب الان تو سایه است و انتظار من از تو اینه به عنوان زیر دست مستقیم حبیب کاظمی که این سایه رو برای من روشن کن. امکانش هست؟ تو دیوونه ای؟ میدونی از چی تعجب میکنم مهندس؟ از اینکه میدونی حبیب زنده است و اسم اونو به زبون. تو حق نداری اختلافات خانواده. آره همه ما یه خانواده ایم، یه خانواده بزرگ. من نفهمه که منو بکشی اگه حبیب گیرم بیاره تیکه تیکم میکنه. حبیب کجاست؟ مهندس ناچارم نکن کاری کنم که چندش رو بره منو بکش. من اینجا ابزار خاصی ندارم، فقط میتونم ولتاژ برق رو ببرم بالا که زیاد زجر نکشه. خب مهندس، چیزی یادت اومد؟ چی؟ کجا؟ نکنه جلسه دوره ای منطقه امسال قبرس برگزار میشه؟ خیلی خوب، حالا سال بعدی کی؟ تاریخشو بگو. یکم ولتاژ میبرم بالاتر، شاید بهت کمک کنم.
داری سعی میکنی بگی فبریه؟ خوبه مطمئنم اگه یک کم دیگه به خودت فشار بیاری روز دقیقش هم میتونی به هم بگی. سلام صبح بخیر. سلام خسته نباشید. صبح بخیر. چطوری خاموش شد؟ شاید ایراد فنیه. خیلی قربان اون ردیاب در صورتی خاموش میشه که یا ما از اینجا خاموشش بکنیم یا
کیتش خورد بشه. گفتی بعدیاب کی خاموش شد؟ تقریبا 18 ساعت پیش قربان. خب 18 ساعت. ما با ایمان قرار گذاشتیم که اگر بیشتر از 24 ساعت بعدیابش خاموش شد وارد عمل بشیم. هنوز وقت داریم. سلام علی جان، صبح بخیر. آره دیگه، آره. یه عملیات آزادسازی گروگانه. آره. میام اداره مراحل اعدادیشو تعیین میکنم. سلام، خسته نباشید. سلام. سلام، خسته نباشید. چه خبر جناب سرگو؟ رادیو بسی ایمان 19 ساعت از کار افتاده. یا اتفاقی براش افتاده؟ ما رو پیچونده دیگه. درسته. باید رو مرحله سوم عملیات کار کنیم. پس من میرم سراغ دکتر. آره برو. ببین فقط یادت باشه تا 24 ساعت 5 ساعت بیشتر وقت نداریم. چشم، حواسم هست. این لیست خاموش چی شد بچه‌ها؟ این چیه؟ اتفاقا من داشتم روی همین لیست خاموش کار می‌کردم به این برخوردم. یه تصویر عجیب غریبی که قبلا توی اطلاعات سپر من ندیده بودم. یه سری رنگ و شکل و نقش و عدده که فکر میکنم اینا یک رابطه معناداری با هم دیگه داره. برشک من 24 ساعت روش کار میکنم، اگه نتیجه نگرفتم اون وقت رواش میکنم. بسیار خوب. بولامی تو چی کار کردی؟ بچه ها نتیجه کارتون بفرستید نمایشگر من ببینم. من با اجازهتون میرم پس. برو. قربان من دارم رو فایلای تکس کار میکنم. خلاصه بفرمایید. تا الان 23480 فایل تکس رو ایندکس کردیم. به کلی اعداد ارقام رسیدیم که توی تقسیم بندی به موقعیت‌های جغرافیایی، فرکانس‌ها، نشونی‌ها و اسم شهرها و کشورها در اومد. خب محمدی. خب من روی فایل‌های عکس کار می‌کنم. 453400 تا فایل رو دسته‌بندی کردم که 24900 تاش تصاویر نامشخصن. مثل تصاویر برداری، ولی نقشه به نظر نمی‌رسن. بقیه‌اش هم تصاویر طبیعت و منظره و اشخاص ناشناس. قربان، عمده‌ترین محتوای ما فایل‌های ویدیویی مونه. ما حدود 120 هزار تا فایل ویدیویی داریم که اگر که میانگین هر کدوم رو 3 دقیقه در نظر بگیریم میشه حدوداً 360 هزار دقیقه ویدیو. اگه یه نفر بخواد شبانه روز هم اینو ببینه تقریباً 250 روز طول می‌کشه. البته تیم مهندس بینا با نرم‌افزار فیس دیتکشن تونستن با 10 نفر ظرف مدت 72 ساعت کلش رو آنالیز کنن که تونستیم 4800 تا صورت قابل استفاده به دست بیاریم. جناب سرگرد، ما عکس بمب‌گذاری که شناسایی شده رو استخراج کردیم. جالب اینه که بدونین عکس کامران هم جزو اونا بود، البته خارج از ایران. خب نتیجه نهایی طبقه بندی اطلاعات؟ والا من که هنوز کارم تموم نشد. قربان منم همینطور، متأسفانه هنوز جمع‌بندی نهایی نداشتم. سلام جانم، آقای شهیدی. اداره هم چطور مگه؟ اتفاقی افتاده؟
سلام. سلام. معذرت میخوام. این سرماخوردگی ولم نمیکنه. راحت پیدا کردین؟ آره فقط برام جالبه همچین مرکزی اینجا خیلی خوبه. حالا بیا ببین چی پیدا کردیم. ما به کمک همکاران اون در این مرکز از 6 ماه پیش ماهواره‌ای پیدا کردیم که من فکر میکنم مربوط میشه به همین سازمان خرابکاری جاسوسی. و در همین رابطه در عرض این 6 ماه دیتاهایی که به سراسر دنیا ارسال کرده رو دریافت کردیم. ظاهراً اونا برنامه‌های گسترده‌ای برای آینده دنیا و هر جای دنیایی که احساس کنن خلالی تو برنامه‌هاشون ایجاد میکنه توش کار میکنه. عجب. الان چیزی که ما میدونیم 70% تمرکزشون رو خاورمیانه است. خب این که تازگی نداره. ما کجا این قصه ایم؟ آره ولی از اینجا به بعدش برای تو جذاب میشه. 24 ساعت پیش این ماهواره از ایران و از منطقه نزدیک تهران دیتایی دریافت کرده که بعدی ارتباط امروز رو دارد. الان هم کمین کردین. ببینین امروز از کجا براش دیتا سنگ میشه. درسته؟ دقیقا. یا که کارمون شروع تماس میگیرم. خدا حافظ. میشه فهمید کجاست؟ مختصاتش رو در. بله چشم. تا حالا از دیتایی که از ماهواره اصلی ارسال شده به اطلاعات هم رسیدیم؟ آره داریم رو پایش اطلاعات کار میکنیم. خیلی ممنون شهیدی. ببخشید خانم. بله. رفیق ما درد داره. پر کردنیه؟ نمیدونم. بفرمایید داخل. دکتر اورژانس اون مریض نداره. ببخشید. من همراهشم. خواهش می‌کنم بیرون منتظر. نمیشه خانم نگرانشه. نگران چی آقا؟ یه ویزیت ساده است. قلبش که نمیخواد عمل کنه. خواهش می‌کنم. سلام علیکم. سلام. من دندون درد شدید دارم. بشین یه نگاهش بندازم. باید بیاسش کنم. دهنتو باز کن. آفرین. راحت باش. بسیار خوب. کاش مونده بودم تو زندان.
اونجا راحت تر بودم. اینجا هر لحظه منتظرم گیر بیافتم. شبا چشمو میبندم بخوابم، فکر میکنم سلیم بالا سرمه. میفهمم شرایط سختی، ولی خب همکاری با پلیس هم امتیازهای خودشو داره دیگه. سرما وقتی بمیری دیگه چه امتیازی؟ اینا رو ولش کن، مخ نداره. خبراتو بگو. بهم اعتماد ندارن، چون هیچ کاری انجام نمیدن، هیچی هم نمیگن. یه بار رفتم سر وقتی یکی از سیستماشون، اونم جستم چون از یک بود گیر بیافتم. اکبر نژاد، اتفاقی که نیفتاده رو نمیخوام. بگو برام چی داری؟ اونجا یه انبار اسلحه است، پوش پر از سلاحه. تو جعبه لوازم ورزشی جابجا میکنن، خودم دیدم. چه جور سلاحی؟ اسلحه خودکار، نیمه خودکار، تفنگ، مفنگ، هرچی دلت بخواد، مسلسل. خب دیگه میتونستم بیشتر صبر کنم، براتون خبرهای بیشتری بیارم، ولی خودتون گفتید اگه رادیو به دوام لو رفت بدام بزنم به دندون درد بیام به نزدیکترین دندون پزشکی. این هم میخوام. خیلی خوب، برو دکتر دندونتو ببینه. دندونم سالمه. اگه سلیم و رفیق باشم این فکر رو بکنم که کارت تمومه. با این درد دندونی که تو اومدی تو الان، یا باید کشیده باشی یا با دندون پر کرده برگردی. برو دیگه. خانم چرا اینقدر طول کشید؟ چقدر سوال میکنی آقا، تموم شه میاد دیگه. بفرمایی خواهش میکنم. برو پرونده بده بایگانی. به سلامت. سلام. ببخشید خانم، من وقت قبول نداشتم. یه چند لحظه منتظر بمون صدا کن. سلام. سلام. خسته نباشید. مرسی. شما کی رسیدین؟ نیم ساعتی میشه رسیدیم. اهالی کسی رو ندیدن؟ نه جام سرگاه، 10 کیلومتری اطراف آبادی نیست. بله. باتری خورشیدیه. جناب سروان، یه لحظه تشمیه یارید. چیزی پیدا کردی؟ جان سامان، جای چرخ‌ها تازه است. مال کیه؟ نمیدونم، لابد مال مشتری هست دیگه. الان چند وقته اینجاست؟ من نمیدونم، میپرسم. از اینجا چجوری میشه رفت تهران؟ سر جاده هم سواری هست هم مینیبوس. حالا چطور شده مگه؟ جناب سروان. بله قربان. اگه ممکنه این ماشین رو استعلام کنی. اعتمادم. احتمالا باید سرقتی باشه. مرکز رسید، مرکز. الان دیگه باید تموم شده باشه نه؟ ببین از ردیاب سوم سیگنالی دریافت میکنی؟ بله شش.
پیدا شد قربان. درسته. الان میتونیم ببینیمش. دوباره دارن وارد باشگاه میشن نه؟ بله جناب سلوان. درسته. از یاسر به مرکز. یاسر بگوشم. مرکز در جریان باشی. از این لحظه مجددا قاصد رو رویت کردی. ایمان همین الان وارد باشگاه شد. بسیار خوب.